دوست عزیز، اگر میخوای کاربرد اتاقک های کش رو بدونی، پس بزن بریم سراغ آموزش. سلام دوست عزیز، در ویدیوی روز گذشته راجع به سگ‌های ردیاب آفات و بیماری‌ها در گلخونه با هم صحبت کردیم. امروز می‌خوایم نکاتی رو راجع به اتاق کش با هم مرور کنیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی، حتما این پست رو برای همکارتون به اشتراک بذارید. و اگر هم از اکسپلور اومدی، حتما پیج ما رو فالو داشته باش. اتاق کشت گیاه به مکانی محدود و مشخص گفته میشه که شرایط محیطی مناسب رشد گیاهان رو با توجه به منطقه نگهداری گیاه در فصلهای مختلف سال کنترل میکنه. به عبارت دیگه، تمامی شرایط برای کشت و رشد گیاه به صورت مصنوعی طراحی شده. اتاقک‌های گلخونه‌ای به دو دسته ثابت و متحرک دسته‌بندی میشن. اتاقک های گلخونه ثابت همانند یک خونه ای هستن و مسائلی که در ساخت اون استفاده میشه از نوع پایدار و با دوام هستن و تا سالها قابل استفادن. اتاقک های متحرک مانند یک چادر هستن که مقاومت و ماندگاری بالایی ندارن. ویژگی اتاق مناسب برای کشت گیاهان در مرحله اول باید نور متناسب با گیاهی که میخواییم کش کنیم رو داشته باشه. پس باید نور مصنوعی که انتخاب میکنیم چیدمان صحیح و قابل کنترل داشته باشه. به وجود آوردن شرایط طبیعی یکسان در تمام فصلها مثل زمان تابش نور، کنترل دما یا به عبارت دیگه شبیه سازی محیطی مناسب برای کشت. همونطور که میدونید نور تو اتاق کشت حکم خاک در کشت زمینی رو داره و مهمترین منبع انرژی برای گیاهه. و همینطور دما که از عوامل مهم و ضروری برای اتاق کشته و باید تبادلات گرمایی بین گیاه و محیط به درستی صورت بگیره. همونطور که میدونید استفاده از نور لامپ باعث تولید گرما میشه. پس خنک‌سازی محفظه از عوامل ضروریه. دوست عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردی. در پست روز آینده میخوام پرورش گیاه در مکعب کش رو برات توضیح بدم. دوست عزیز، خوشحال میشم نظرت رو راجع به داشتن یک اتاقک کش در خونه برای من کامنت بذاری. ممنون از توجه شما.